دوستا، آیا آینده افغانستان و ثبات سیاسی آن کشور امیدوار کننده است؟ آیا کابل در تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان کار درست انجام می دهد؟ برای بررسی وضعیت افغانستان با موقعیت کنونی آن کشور در منطقه، اکنون فرصت رسیده تا با محترم جیمز کنینگهام، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که در استودیو با ما هستند، صحبت داشته باشیم. آقای کنینگهام، تشکر یک بار دیگر از وقت شما. تصور واقعی از آینده ای افغانستان چیست و پالیسی های همکاری کننده ایالات متحده چه فکر میکنین چگونه از افغانستان در آینده حمایت خواهد کرد؟ فکر میکنم که برای افغانستان کار اضافی است که کمک کنیم که یک افغانستان با ثبات و امن ایجاد شود که بتونه برای آینده خود تصمیم بگیره. و استراتژی تازه آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ واضح از تعهد طویل مدت ایالات متحده و جامعه بین المللی به افغانستان خبر میده و امنیت و نیروهای امنیتی افغان و یک بینش واقعی گرایانه در کار در افغانستان است که افغانستان به شکل تدریجی در حال باثبات شدن و حمایت و حفاظت از خود است و همگی ما میخواهیم به اونجا برسیم که یک راه حل سیاسی را نیز برای از این جنگ بیابیم. روز گذشته شنیدین سیگار گزارش داد که طالبان از ماه فوریه تا ماه آگست حداقل 2% قلمرو تحت اداریشون را در افغانستان گسترش دادن. در افغانستان چی باعث میشه، چی درست انجام نمیشه که طالبان توانایی گسترش قلمرو خود پیدا میکنه؟ فکر میکنم که اولا اگر ما با اعداد توجه کنیم و بازی را با اعداد شروع کنیم، بسیار ما را به سمت دیگه هدایت میکنه و درست نیست. ما فکر میکنم که یک حالت نیروهای امنیتی افغانستان تحت فشار زیاد اخیراً قرار دارن، به خصوص از ختم ماموریت انتقال و اینکه مسئولیت حمایت به اونا سپرده شد، مسئولیت های امنیتی، ولی آنها توانستند که به جنگ خود ادامه بدن و ثبات کشور و امنیت حفظ کنند در کشور. کوشش ها از جانب طالبان ادامه پیدا خواهد کرد، ولی اونها قادر نشدند تا دستاوردهای استراتژیکی خود را در ظرف چند سال گذشته عملی بسازن و به دست بیارن. و حال ما ایالات متحده و متحدین بین المللی ما بیشتر نقش های قوی تر و سازنده تر در حمایت از نیروهای افغان بر عهده گرفتیم و شما میتونین یک انتظار داشته باشین در یک تحول در میدان جنگ و او شامل زدایش تاثیرگذاری طالبان در ماموریت ها خواهد بود. و همچنین مهم است که کوشش ای که افغانستان را ما به شکل منطقه‌ای به او رسیدگی کنیم و در نظری یک منطقه او را قرار بتیم، برخی از همسایه‌ها، برخی از بازیکنان در منطقه کمک کننده و یا حمایت کننده نیستن که باید نقش از اون هم متحول شود. آقای کنینگهام، وضعیت کنونی افغانستان را در منطقه چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا به نظر شما کابل به خاطر تعامل با همسایگانش به ویژه پاکستان پالیسی درست، موجه و منطقی را روی دست گرفته و دنبال میکنه یا خیر؟ بله، من فکر میکنم که از آغاز اداره آقای ترامپ، اداره آقای غنی یک همتای ما در حکومت بوده، آنها با هر کشور در منطقه و هر کشوری که علاقه به منطقه داشته به شمول پاکستان رابطه باز داشتن. البته موضوع یک موضوع بسیار دشوار است که آدم روی از او صحبت کنه، نقش پاکستان در منطقه و به خصوص موضوعاتی که در ملاقات های اخیر مطرح شد که پاکستان نقش را در استراتژی ایالات متحده بر منطقه ایفا میکنه، ولی واضح هست که افغانستان بر همکاری، برای دیالوگ، برای شمولیت با تمام کشورهایی که علاقمند هستند باز است. از منطقه وقت بحث میکنیم، پاکستان هشدار داده که تنها گزینه و رابطه همکاری، نه اجبار و تهدید، بین واشنگتن و اسلام آباد راه را برای دریافت راه حل برای ختم جنگ در افغانستان باز کرده میتونه. آیا فکر میکنین که استراتژی تازه ایالات متحده بر افغانستان و منطقه پاسخگوی این همه مشکل و بحران بوده میتونه؟
فکر میکنم محفوظ باشه اگر بگویم که در گذشته و اکنون با اداره کنونی ایالات متحده، ایالات متحده خانه همکاری با پاکستان است. روی یافتن راه‌های برای افغانستان آوردن صلح به اونجا، ما مذاکرات بسیار واضح و را با پاکستانی‌ها در 5 سال گذشته و یا بیشتر از او داشتیم و این مباحثه‌ها و مذاکرات او عملکردی را که ما از پاکستان خواهانه از او بودیم باعث نشد و ما و همتایان ما متحد هستیم و به این باوریم که ما باید صلح را پروموت و یا تشویق کنیم و طالبا را به میز مذاکره با کابل بیاریم تا این جنگ خاتمه پیدا کنه و اداره آقای ترامپ و تیم از اونا یک فرصت خوب را دارن تا این محاسبه را در بخش پاکستان تغییر بدن و به پاکستان یک بینش مثبت و همکاری را ارائه کنند و ای که رابطه ما با شمولیت از اونا در منطقه چگونه خواهد بود و در این زمان نوعیت رابطه ما با اونا چگونه خواهد بود اگر ما عملکردهای را برای حفاظت از علایق خود در منطقه روی دست بگیریم و در دیالوگ هایی که در حال حاضر در بین واشنگتن و اسلام آباد در حال رد و بدل شدن است این موضوعات تاکید روی از او صورت میگیرد. اما پاکستان همچنان مدعی شد به می تازگی که طالبای افغان رابطشان را با دیگر کشورهای منطقه مثل ایران، چین و روسیه بیش از پیش گسترش داده و این کشورها اکنون در مقایسه با پاکستان نفوذ بیشتر و ممکن به خاطر آوردن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان را داره. آیا فکر میکنین که واشنگتن نفوذ پاکستان بر طالبان را حال بیش از حد اصلیش مد نظر میگیره یا خیر؟ خب مطمئن هستم که ما از تأثیر هر کشوری که میتونه طالبا را به سمت تصمیم شمولیت در مذاکرات جدی روی پروسه صلح تشویق کنه ما استقبال میکنیم و پاکستان این تأثیر را در این بخش داره، ولی مهمتر این مشکل ایست که بسیار دشوار است که طالبان را به این گونه مذاکرات روی صلح وادار سازیم در حالی که اونا فرصت هایی را داشته باشند که ماموریت های خود را انجام بدن و پناهگاه های امن را در پاکستان داشته باشند. بنابراین یک حالت تنش‌زایی با پاکستان. اخیراً وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده بود که پناهگاه امنی در پاکستان وجود نداره، ولی هر فرد دیگه که با منطقه آشناس میدانه که طالبان و قشر رهبری طالبان از فرصت‌های انجام ماموریت‌ها در پاکستان برخوردار هستند و این یک دستاورد بسیار بزرگ برای طالبان و که باید پاکستان به او رسیدگی کنم. آقای کانینگهام، سفیر پیشین ایالات متحده بر افغانستان، تشکر از وقت شما. روز شما خوش.